بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب شرح درس های مهم برای عموم امت. درس چهارم، قسم های توحید و قسم های شرک. بیان قسم های توحید و آن سه قسم است: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید نام ها و صفت ها. اما توحید ربوبیت، آن ایمان داشتن به این است که الله پاک آفریدگار همه چیز و در همه چیز تصرف کننده است، او را در این امور شریک نیست. و اما توحید الوهیت، آن ایمان داشتن به این است که الله پاک معبود برحق است، او را این شریک نیست و آن معنای لا اله الا الله است. پس همانا معنای آن این است، معبود برحق جز الله نیست. پس همه عبادت ها از نماز، روزه و غیر این را واجب می شود که خالص برای الله یگانه انجام داده شود و صرف کردن چیزی از آن برای غیر الله جایز نمی باشد. و اما توحید نام ها و صفت ها، آن ایمان داشتن به همه نام ها و صفت های الله که در قرآن کریم یا در حدیث های صحیح آمده است می باشد و اثبات آنها برای الله یگانه بر وجهی که لایق او سبحانه است، بی تغییر، بی بکار کردن، بی چگونگی و بی مانند کردن، از روی عمل کردن به فرموده الله سبحانه و تعالی که می گوید بگو او الله یگانه است. الله است که بی نیاز است، نه زاد و زاده نشده، و برای او یگان کس برابر نیست. و فرموده او تعالی که فرمود مانند او کسی نیست و او شنوا و بیناست. و بعضی عالمان آن را با دو قسم تقسیم کردند و توحید نام ها و صفت ها را در ضمن توحید ربوبیت داخل کردند و در این امر مناقشه نیست، زیرا مقصد در هر دو تقسیم واضح می باشد. و احکام شرک سه تا است: شرک اکبر، شرک اصغر و شرک خفی. از شرک اکبر، آن موجب بیکار شدن عمل ها و همیشه در آتش دوزخ ماندن است. برای کسی که بر آن بمیرد، همان گونه که الله تعالی می فرماید و اگر شرک می ورزیدن، هر آینه آن چرا که انجام داده بودن از اعمال نیک آنها نابود می شد. سوره انعام آیت 88. و الله سبحانه و تعالی می فرماید مشرکان را سزاوار نیست که مسجدهای الله را آباد کنند، در حالی که به کفر خود گواهی می دهند. آنها اعمالشان نابود شده و در آتش جهنم جاویدانه خواهند ماند. و البته کسی که بر شرک بمیرد، پس هرگز او را بخشیده نمی شود و بر او جنت حرام است. همچنانه که الله سبحانه و تعالی می فرماید البته الله مغفرت نمی کند که بر او شرک آورده شود و بجز این شرک برای کسی بخواهد مغفرت می کند. و الله سبحانه و تعالی می فرماید همانا هر کس به الله شرک آورد، الله جنت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است و ظالمان را یاری دهنده نیست. و از نوهای آن، مردگان و بوتان را به دعا مراجعت کردن و به آنها فریاد رسی کردن و برای آنها نظر و مال کشتن و همانند این می باشد. اما شرک اصغر آن است که در نسخه های قرآن یا سنت آن را شرک نامیده شده است، ولیکن آن از شرک اکبر به شمار نمی رود. مانند ریاکاری، خودنمایی، در بعض عملها و به جز الله سوگند خوردن و گفتن که آن چیزی را که الله و فلانی بخواهد و مانند این. از روی فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم سخت‌ترین چیزی که من بر شما می ترسم شرک اصغر است. پس از آن پرسیده شد، فرمود ریا خودنمایی است. و فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که کسی به چیز جز نام الله قسم بخورد، پس براستی شرک آورده است. و فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که آن چیزی را که الله خواهد و فلانی خواهد نگوید، ولیکن آن چیزی را الله خواهد سپس فلانی خواهد بگوید. این را ابو داود به اسناد صحیح از حذیفه ابن یمان رضی الله عنه روایت کرده است. و این نوع شرک موجب ردت، کافر شدن و موجب همیشه در آتش دوزخ ماندن نمی باشد، ولیکن آن کمال توحید واجب را نفی میکند. اما نوع سوم و آن شرک خفی، شرک پوشیده است. پس دلیل آن فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که آیا خبر دهم شما را به آن چیزی که در نزد من بر شما از مسیح دجال ترسناکتر است؟ گفتند بله ای رسول الله. فرمودند شرک خفی است.
مرد قائم شده نماز می خواند، پس وقتی می بیند مرد به او نگاه دارد، پس نمازش را زینت می دهد. و درست است که شرک تنها با دو نوع تقسیم کرده شود، شرک اکبر و شرک اصغر. اما شرک خفی یعنی شرک پوشیده این دو را فرا می گیرد، پس گاه ها در شرک اکبر واقع می شود، مانند شرک منافقان، زیرا آنها عقیده های باطلشان را پنهان میکنند و اسلام را از روی ریا، خودنمایی و از ترس جانهایشان آشکار میکنند. و در شرک اصغر واقع میشود، مانند ریا، همچنانه که در حدیث محمود ابن لبید انصاری و حدیث ابو سعید ذکر شد. و الله توفیق دهنده است.